بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از پیامبر رحمت: از دریافت و پرداخت رشوه بپرهیزید که این نافرمانی خداوند است. کسی که گرفتار رشوه شود، بوی بهشت به مشام او نمیرسد. رشوه آثار سوئی برای اجتماع و نظام داره، هم حرامه هم از گناهان بزرگه. رشوه دادن در بحث قضاوت مطلقا حرامه که انسان به قاضی پولی بده که رأی و حکم را به نفع او صادر بکنه. رشوه گرفتن در مقابل وظیفه که به عهده ماست، اینم حرامه. مثل کارمند دولت بناست کاری را انجام بده، از مردم مطالبه میکنه با اینکه حقوقش را از دولت دریافت میکنه، اما به مردم میگه پولی بده تا این کار را انجام بدم. این کار حرامه. پرداخت ما هم خلاف مقررات و نباید این کار را انجام بدیم. تغییر نام آن با عنوان انعام، حق الزحمه با عنوان شیرینی، یا هر عنوانی باعث حلال شدن این پول نمیشه. اگر کسی گرفتار این گناه شد، صرف توبه و استغفار کافی نیست. مبلغی را که دریافت کرده مالک نمیشه، باید به صاحب اون برگردونه. اگرم پیدا کردن صاحبش ممکن نبود، در دسترس نبود، با اجازه دفتر مرجع یا نماینده مرجع به عنوان رد مظالم از طرف صاحب اون پول، باید به عنوان صدقه به فقرا پرداخت بکنه.